جام آسیا بین دسته‌های المپیک برای جوانان تاجیک اکنون رسماً به اتمام رسید. کلی مخلصان فوتبال میهن کوشش میکنند تا آن را هر چه زودتر فراموش کنند. بازی آخرین برای تیم المپیک تاجیکستان در گروه با منتخب ژاپن بود. رقابت مسئول برای ما هیچ چیز را حل و فصل نمیکرد. یگانه چیزی که برای ما باید بازی میکردیم شرف فوتبال تاجیک بود. طبری معلوم شد این دسته برای حمایت شان و شرف نبوده است. ستاد مربیان با فرق از بازی گذشته در حیط اساسی 7 تغییرات را وارد کردند. اگر این بازی برای ما یگان معنی میداشت، بعضی‌ها شاید عموماً به میدان وارد نمی‌شدند. رقابت مذکور به مثل بازی گذشته گویا با حساب 1-0 به نفع رقیب آغاز شده باشد. یگان بازی نبود که در نیمه اول ما گل سر ندهیم. گل‌های ژاپنی‌ها در قسم یکم می‌توانستند بیشتر هم باشند. از دو پنالتی تعیین کرده داور یکیش بعد از تماشای وار بیکار کرده شد و دومش را ماتسوکی با گل انجام دادن نتوانست. پنالتی آوردن به دروازه خود مهارت اساسی بازیکنان ما در این چمپیونات بود. تجربه نشان می‌دهد که دسته‌های دیگر اگر در حساب باقی مانده باشند در نیمه دوم به بازی کم و بیش برمی‌گردند. دسته ما برعکس در نیمه دوم به فرق از قسم اول بیشتر گل سر می‌دهد. از 10 گل در مجموع سر داده 7 رقیبان در نیمه های دوم به دروازه ما زدند. ژاپنی‌ها حمله را در قسم دوم کم نکردند. در دقیقه 56 ساتو از توفای دروازه‌بان دسته ما استفاده کرده گل دوم را به ثمر رساند. در رفت نیمه دوم بازیگر ژاپنی‌ها کارت سرخ گرفت. شماره بیشتر فوتبال‌بازان ما باید حمله‌ها را بیشتر می‌کردند و حداقل برای زدن یک گل در مسابقه کوشش می‌کردند. و اما ژاپنی‌ها 10 نفر هم یک سر گردن از ما بالا بودند. آنها با شماره کمتر هم به دروازه ما 2 گل زدند. یک گل با سبب درفسای قرار گرفتن حملگر هونو نوراو دانسته شد، اما گل دیگر که در دقیقه 94 از طرف نکاسیمو زده شد با رعایت تمام قواعد و قانون فوتبال بود. همین طریق اولین اشتراک منتخب المپیک تاجیکستان در جام آسیا با شرمندگی و سرخمی پایان یافت. هر قدر داد زنیم هم با ژاپنی‌ها و عرب‌ها فرق نیست که بازیکنان اساسی تیم جوانان در کجا بودند. با چنین بهانه تنها خودمون را فریب دادن میتوانیم و خلاص. ژاپنی‌ها از گروه برآمدند، اما در یگان جا نمی‌گویند که فوتبال‌بازان آنها حتی 23 ساله نیستند. ژاپن به این مسابقه تیم تو 21 ساله را روان کرد. در نشست مطبوعاتی پس از بازی از اجرا کننده وظیفه سرمربی منتخب المپیک تاجیکستان یگان گپی نو شنیده نشد. گپ با سر همان بازیکنانی رفت که در اینجا نبودند. درباره همانهایی که هستند هیچ کس سخن کردن نمیخواهد، گویا فوتبال‌باز نباشند. همچنین متخصص تاجیک اشاره کرد که ماندن یا نماندنش در این وظیفه از قرار فدراسیون فوتبال تاجیکستان وابستگی خواهد داشت. سرمربی منتخب جوانان ژاپن قید نمود که آنها در ادامه هم تنها بازی هجومکار نشان خواهند داد. گفتن به مورد است که بین 16 دسته اشتراکچی منتخب المپیک تاجیکستان یگانه دسته شد که حداقل یک گل هم زدن نتوانست. خوب دوستان ارزمند، حساب را شما دیدید. بازی آخرین برای منتخب المپیک تاجیکستان در جام آسیا 2022 با این حساب به پایان رسید. ما در 3 بازی 10 گل خوردیم، 10 گل به جواب و این البته مشکلی خیلی زیاد ما را نشان میدهد. در آینده باید هنگامی که ما به جام آسیا با منتخب خود میاییم با تیاری جدی حاضر شویم تا چنین نتیجه ها نباشد. نتیجه خیلی ضعیف هستند. 5 گل از عربستان سعودی، 2 گل از امارات متحده عرب، 3 گل از منتخب ژاپن و ما باشد یگان گل را به دروازه یگان تیم نزدیم. 10 گل سر داده و یگان گل نداریم. با همین جام آسیا برای جوانان تو 23 ساله به انجام میرسد. گلروز خود نظرزاده، تیمور نظروف از شهر تاشکند کشور ازبکستان مخصوص برای برنامه خبر. در بازی دیگر گروه دی یکچینی المپی عربستان سعودی تیم امارات متحده عرب را با حساب 2-0 شکست داد. همین طریق از این گروه منتخب عربستان سعودی از زینه اول و دسته ژاپن از جای دوم به دور چهارک نهایی جام آسیا 2022 روح یافتند. در دور نوبتی جام آسیا 2022 میان دسته های تا 23 ساله دسته ازبکستان با عراق، استرالیا با ترکمنستان، کره جنوبی با ژاپن و عربستان سعودی با ویتنام مبارزه خواهند برد. بازی های دور چهارک نهایی روزهای 11 و 12 ایون دایر می شوند.